با سلام، خوش آمدید به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 و برای بررسی و تحلیل دقیق‌تر توافقنامه ژنو گفتگوی خواهیم داشت با دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه گلاسکو، و گزارش‌هایی هم خواهیم داشت از آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. با ما همراه باشید. فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تردیدهای جامعه بین‌المللی نسبت به مقاصدی که جمهوری اسلامی از برنامه اتمی خود دنبال می‌کند، سال‌هاست که به یکی از موضوعات جهانی بدل شده است. کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی پس از 10 سال گفتگو بر سر برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران، سرانجام در 24 نوامبر 2013 به توافقی که برنامه عملی مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 خوانده شد دست یافتند که دو طرف آن را دستاوردی بزرگ خواندند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده اتمی ایران، هفته گذشته اعلام کرد موارد اختلاف با قدرت‌های جهانی در مورد جزئیات توافقنامه ژنو حل شده و این توافقنامه از آخرین روز دی ماه اجرایی خواهد شد. اما دو تفسیر مختلف از این توافقنامه واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. در حالی که کاخ سفید این توافقنامه را دستاورد مهمی خوانده، جمهوری اسلامی آن را پیروزی خود در مقابل زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های غربی توصیف کرده است. از دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، پرسیدم آیا موافقت‌نامه ژنو آنطور که حسن روحانی گفته تسلیم قدرت‌های غربی در مقابل ایران است؟ برای دولت آقای روحانی بله، ولی برای ایران خیر. ولی به هر حال بایستی از امضای این قرارداد و عملی شدن اون استقبال کرد، چون به نوعی جلوی زیانهای بیشتر ایران رو و در فشار قرار دادن اقتصاد ایران رو خواهد گرفت. این برنامه در طول 2 سال اندی گذشته بیش از 200 میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته، اگرچه این هزینه ها با امضای این توافق موقت و نهایی کردن و اجرای اون قطع نخواهد شد و همینطور ادامه پیدا میکنه، ولی روند سعودی اون متوقف خواهد شد. یعنی حداقل بعضی از تحریم های تازه که قرار بود علیه ایران اعمال بشه موقتا به حال تعلیق در میاد تا زمانی که این توافق موقت به مرحله دوم منتقل بشه. از این لحاظ به هر حال پیشگیری از زیان های بیشتره یا تا حدودی کاهش دادن زیان‌ها، این رو نمیشه اسمش رو موفقیت گذاشت. ولی چون آقای روحانی قول داده بود که این کار رو به عنوان وسیله عبور از بحران اقتصادی هدف قرار بده و به اون برسه، با هر بهایی اون رو پذیرفت و بعد از 20 روز گفتگوهای کارشناسی ناموفق بالاخره به شرایط تحمیلی غرب، جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی گردن گذاشت و مفاد این توافق رو قبول کرد. ولی به دلیل تامین هزینه خرج‌های داخلی و تبلیغات داخلی، اون چیزی که عملاً میشه قبول شکست با شرایط متعارفی پذیرفت، آقای روحانی به عنوان پیروزی دولت معرفی میکنه. ولی باید از ایشون پرسید که بابت این پیروزی واقعاً شما چه به دست آوردید؟ به نظر میرسد حق ایران برای غنی‌سازی تا سطح 5% در توافق ژنو به رسمیت شناخته شده، اگرچه به صورت روشن در متن آن گنجانده نشده است. آیا این خود نمیتواند دستاوردی برای ایران به حساب آید؟ اول باید این رو قبول بکنیم که واقعا این حق رو در سندی که به امضا رسیده و جمهوری اسلامی و طرفهای امضا از انتشار رسمی اون خودداری میکنن گنجاندن یا خیر، در این مطابق متن غیر رسمی که منتشر شده، در دو نوبت به این به عنوان حق ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز اتمی اشاره شده. در بخشی از این سند قید شده که در صورت احساس ضرورت با تایید دو طرف مذاکره ایران نیاز به تامین سوخت داشت، اون موقع میشه نسبت به اندازه تامین سوخت یا غنی‌سازی اتخاذ تصمیم کرد. این چیزی نیست که ازش بشه به عنوان یک تصمیم نهایی و قطعی و روشن و تایید حق غنی‌سازی اورانیوم یاد کرد. در اونچه که ایران بهش مستند استناد میکنه،
قطعنامه های سازمان ملل متحد هستند، منشوری است که بند 4 اون اجازه میده به کشورها که از انرژی صلح‌آمیز اتمی برخوردار باشن، ولی اشاره صریح به این نداره که کدوم کشور دارای حق غنی‌سازی هست یا کدوم کشور نیست. و این رو وزیر خارجه آمریکا به دفعات و به روشنی اعلام کرده که ما حق غنی‌سازی رو برای ایران و برای هیچ کشور دیگری به صورت تاییدیه به رسمیت نشناختیم. بنابراین اون چیزی که شما به عنوان تایید حق ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم یاد میکنید در سند درج نشده، در توافقنامه به صورت روشن مورد توافق طرفین قرار نگرفته و موکول به شرطها و اما اگرهایی است که اون رو نمیشه قطعا پذیرفتن درخواست ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تلقی کرد. جمهوری اسلامی ایران در حالی متعهد شده که سطح غنی‌سازی 20% اورانیوم را کاهش داد که اعلام کرده است این سطح از غنی‌سازی را تا روز 29 دی ادامه می‌دهد. چرا ایران اصرار دارد تا یک روز قبل از اجرایی شدن توافقنامه ژنو به غنی‌سازی 20% ادامه دهد؟ اصرار جمهوری اسلامی برای ادامه غنی‌سازی 20% تا روز اجرایی شدن به همون خنده‌داری است که در طول 20 روز گذشته 3 دور گفتگوهای کارشناسی با آژانس صحبت می‌گرفت، صورت می‌گرفت با هزینه‌های بالا و بعد همه اون شرایطی که به اونا تحمیل شده بود مورد قبول قرار می‌گرفت. ایران اصرار داشت که اون 4.2 میلیارد دلاری که متقاضی آزاد کردنش هستن در یک نوبت آزاد بشه، در حالی که آمریکا به این پیشنهاد نظر موافق نداشت و قطعا ایران در انتهای این مذاکرات به اصطلاح کارشناسی رضایت داد که در 8 قسط این پولها رو بگیره که زمانش 6 ماه خواهد بود. در طول 6 ماه هم باید به تعهدات خودش عمل بکنه. یکی از این تعهدات تبدیل کردن اورانیوم 20% به اکسید اورانیوم. شما وقتی که اورانیوم رو به صورت گاز با غلظت 20% دارید، زمان لازم برای تبدیل این اورانیوم غنی‌سازی شده 20% تا غلظت نظامی به اندازه زمانی است که شما برای غنی‌سازی اورانیوم از 5% تا 20% نیاز دارید. بنابراین فاصله ایران برای دستیابی به غلظت نظامی اورانیوم به نصف کاهش پیدا میکنه. ولی وقتی شما تعهد کردید در 20 این ماه اورانیومی که با غلظت 20% در اختیار دارید نیمیش رو تبدیل به اکسید اورانیوم بکنید و از حالا اورانیوم 20% دیگه تولید نکنید و اون چیزی که به صورت گاز باقی میمونه با یک روند معکوس تبدیل بکنید به اورانیوم با غلظت کمتر، خب چه فرقی میکنه شما حالا 195 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% داشته باشید یا 205 کیلوگرم داشته باشید؟ اینها چانه‌زنی های بچگانه ای است که جمهوری اسلامی فقط برای خوش کردن دل خودش و تبلیغات داخلی، که این تبلیغات داخلی هم واقعا نیست، این به بازی گرفتن شعور مردمه که به این بهانه ها جمهوری اسلامی متوسل میشه برای اینکه بگه این توافقی که صورت گرفته یک توافق منطقی و برابره و جمهوری اسلامی تا آخرین روز به اونچه که حقوق خودش به عنوان حق اشاره میکنه پایبنده. روند غنی‌سازی با غلظت 5% روند معکوسش این است که به هر حال با استفاده از همین سانتریفیوژ هایی که در اختیار دارن میتونن اورانیوم، گاز اورانیوم رو هم غلظتش رو افزایش بدن و هم با مخلوط کردن گاز اون رو کاهش بدن. یک روال دیگه این است که این رو به صورت اکسید در بیارن و حتی تبدیل اکسید به گاز هم باز با یک روش معکوس امکان پذیره که پروسه پیچیده تریه از نظر فنی ولی باز امکان پذیره. ولی به هر حال اونچه که تعهد ایران هست این است که اونچه که به عنوان اورانیوم 20% نزدیک به 200 کیلوگرم در اختیار دارن دیگه به صورت اورانیوم 20% قابل افزایش غلظت تا حد نظامی در اختیار ایران نخواهد بود. حالا این 200 کیلوگرم باشه 2000 کیلوگرم باشه باز فرقی نمیکنه. در انتهای 6 ماه ایران نباید اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20% حتی به اندازه 1 گرم در اختیار داشته باشید. آیا اصرار ایران به غنی سازی 20% تا 29 دی ماه یعنی یک روز قبل از اجرای شدن توافقنامه ژنو به شایبه های احتمال نظامی بودن فعالیت های هسته ای ایران دامن نمی زند؟ تردیدی در این وجود نداره. وقتی آقای اوباما در پاسخ سنا، آقای کری در کمیسیون توضیحاتی میگه که اگر ایران واقعا قصد تولید برق اتمی داره توجیه برای ساختن یک راکتور
40 مگاواتی آب سنگین که محصولش فقط پلوتونیوم 238-239 است و مصرف پلوتونیوم ساختن بمب اتمی است، برای چی این راکتور رو میخواد؟ و اگر ایران واقعا میخواد سوخت اتمی تولید بکنه که غلظت 3.5% برای اون کفایت داره، به چه علت اصرار به غلظت 20% میکنه؟ و اگر ایران واقعا میخواد سوخت اتمی تولید بکنه برای راکتور غیر نظامی، برای چی 1500 یا 3000 دستگاه سانتریفیوژش رو زیر کوه میبره قایم میکنه؟ خب به این پرسش ها همه پاسخ ساده دارن، برای اینکه به دنبال هدفهای نظامی یا تهدید به تعقیب هدفهای نظامی است، غیر از این نمیتونه باشه. و اصراری که برای افزایش غلظت اورانیوم تا 6% اصولگرایان مجلس میکردن، به این بهانه یک طرحی هم ظاهرا به مجلس دادن که بعد از اعلام نهایی شدن این توافق ظاهرا مسکوت گذاشته شده، به دنبال همین بازی است. اون چه که کسی شایبه‌ای درش اصلا نداره این است که ایران اصلا نه قادر و نه مایل به تولید سوخت غیر نظامی بوده و این برنامه سنگین 20 میلیارد دلار پرداخت نقدی در طول 25 سال و تحمل 200 میلیارد دلار هزینه های جنبی به خصوص در طول 2 سال گذشته برای رسیدن به اون هدف بوده، نه تولید سوخت برای راکتور اتمی. ایران واقعا برای تامین سوخت راکتور بوشه مشکلی داشت که این سوخت رو 5 سال پیش از روسا با قیمت بسیار کم تحویل گرفت و به هر میزان که ایران درخواست سوخت اتمی از روسیه بکنه برای هر راکتوری که هنوز نساخته، بازار برای اون فراهم خواهد بود. حالا چرا باید در شرایطی که ما اصلا اورانیوم خام در اختیار نداریم، تکنولوژی این کار رو با دشواری و سانتریفیوژهای 40 سال پیش به خدمت گرفتیم، به دنبال این بازی بریم؟ یعنی تولید سوخت اتمی کاری بسیار بسیار ابلهانه، ولی وقتی متوسل به این کار شدن، یعنی هدفهای غیر از تولید سوخت اتمی دارن و بهانه این که ما میخوایم مستقل باشیم بهانه است که فقط جمهوری اسلامی اون رو باور میکنه یا متظاهر به باور است، نه مردم دیگه دنیا و نه مردم داخل ایران. بسیاری بر این باورند که جمهوری اسلامی به تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم دست یافته است و هر زمانی که بخواهد میتواند فعالیت‌های غنی‌سازی را از سر گیرد و توافقنامه ژنو تنها یک تاکتیک موقت برای عبور از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی است. با این تحلیل چقدر موافقید؟ این حرف درسته، ولی اون چیزی که بایستی بهش اشاره کرد این است که این تکنولوژی پیشرفته و بدی نیست. این چیزی که سابقه بیش از 60 سال در دنیا داره و این مثل این است که ما دوباره بخوایم ماشین بسازیم و بگیم ماشین رو ما ابداع کردیم. بیش از 40 کشور همین فردا اگر بخوان غنی‌سازی با اورانیوم رو شروع بکنن و چرخه سوخت اتمی داشته باشن، این تکنولوژی در اختیارشون است. هر دانشگاهی که دانشکده فیزیک اتمی داره به راحتی میتونه در فاصله چند ماه از این تکنولوژی و ایجاد چرخه سوخت اتمی بهره بگیره. بنابراین کار خاصی نیست که ما بگیم جمهوری اسلامی به چرخه سوخت اتمی دست پیدا کرده. بنابراین از نظر تکنولوژیک و فیزیک اتمی پیشرفت خیلی زیادی کرده. نه، این اطلاعات در اینترنت، در کتاب‌ها، در تمام منابع موجود و باز دنیا وجود داره. وقتی کشور فقیر و عقب مونده‌ای مثل کره شمالی 10 سال پیش این کار کرده، پاکستان با وضع اقتصادی و صنعتی که می‌بینید دارد 30 سال پیش این کار کرده، همچین پیشرفت خارق‌العاده‌ای نیست که ایران مدعی است ما تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم در اختیار داریم. بله، این تکنولوژی است که در اختیار ایران هست، ولی در اختیار 40 کشور دیگه دنیا میتونه قرار بگیره و چیز بدی نیست. ولی اینکه ایران میتونه دوباره غنی‌سازی رو شروع بکنه، طبیعتاً میتونه شروع بکنه و اتفاقاً یکی از نگرانی‌های جامعه جهانی همینه و علت اینکه میگن ما به بازرسی‌های تنگاتنگ از تأسیسات اتمی ایران به صورت روزانه باید بپردازیم، همین نگرانی است که از بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی دارن و ممکن است که عواملی 4 ماه دیگه 3 ماه دیگه معلوم نیست دست بالاتر رو در سیاست داخلی ایران بگیرن. مرحله دوم توافق موقت که حالا عملیاتی میشه برای به مدت 6 ماه به موقع اجرا گذاشته بشه ملغا میشه یا به هر علتی ایران از این ماجرا خودش کنار میکشه. در این توافق موقت قید شده یا تمامی توافق ها یا هیچ چیز. حتی اگر یک مورد از تعهداتش ایران مورد اجرا قرار نده، عملا مجموعه توافق موقت باطل شده اعلام میشه. بنابراین در این وضعیت ایران میتونه طبیعتا برگرده به غنی‌سازی اورانیوم، ولی و این ولی بزرگی است که باید تاوان این کار رو هم بپردازه. اون وقت ایران تبدیل میشه به هدف مناسب برای جذب تحریکات نظامی و حمله خارجی علیه تأسیسات خودش. موانع و مسائلی که روند اجرایی شدن موافقتنامه ژنو را تهدید میکنند چه هستند؟
اینکه ایران به تعهدات خودش پایبند نمونه، اینکه سیاست داخلی ایران نوعی هماهنگی که متظاهر به داشتنش هست عملا از دست بده، اینکه گروه‌های اصولگرا در بین نظامیان یا مجلس دست بالاتر بگیرن، اینکه رهبر جمهوری اسلامی بگه اون چیزایی که ما دادی میگرفتیم با هم تناسب ندارن، هزار یک علت میتونه در این قضیه زیمدخل باشه از سمت ایران و در خارج هم اجرای این تعهدات با مخالفانی روبروس. اسرائیلیا طبیعتا موافق انجام اون نیستن، سعودی ها و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به همون اندازه با این قضیه مخالفن و طرحی که هفته آینده در سنای آمریکا مطرح خواهد شد اگر دو سوم آرا رو بیاره، یعنی رئیس جمهور آمریکا رو پرهیز بده یا غیر قابل عمل بکنه براش وتوی این قانون رو، این تصویب خواهد شد، قطعی است که تصویب خواهد شد، ولی اگر با دو سوم آرای سنا تصویب بشه دیگه آقای اوباما قادر به وتو کردن اون نیست. تهدیدی که از پیش کرده بود و گفته بود اگر تحریم‌های تازه‌ای به هر صورت علیه ایران اعمال بشه ممکن است که اجرای شدن توافق موقت رو با خطر روبرو بکنه، ولی اگر این تر با دو سوم آرا در سنا از تصویب بگذره دیگه آقای اوباما قادر به لغو اون و یا وتوی اون نیست و این خودش میتونه باز به عنوان یکی از موانع و یا ابزارهای در دست اصولگرایان داخل ایران مورد استفاده قرار بگیره و عملا توافق موقت رو از حالت فعلی در بیاره و غیر قابل اجرا بکنه. اگر روند اجرایی شدن موافقتنامه ژنو به خوبی پیش رود و هر دو طرف مذاکره کننده تعهدات خود را به درستی اجرا کنند، احتمال به وجود آمدن توافقی پایدار میان ایران و غرب در این زمینه چقدر محتمل است؟ من از دو ماه پیش تاکید میکردم علارغم گمانه های متفاوت که این توافق موقت قطعی خواهد شد. این تصمیم دولت بوده، مهر تایید رهبر جمهوری اسلامی داشته و علت اصلیش یکی در آسیب دیدن خودش بوده که جمهوری اسلامی خودش رو در خطر میدید و دومی نیاز اقتصادی به عبور از این بحران، سومین ترس از افزایش تحریم ها و قطع کامل درآمدهای نفتی بوده. به این سه علت جمهوری اسلامی در مسیری قرار گرفت که ناگزیر از پذیرفتن هر شرطی برای توقف موقت تحریما بود و به سمت این توافق موقت قدم برمی داشت. تاییدیه رهبر جمهوری اسلامی رو هم گرفته بود و من نگاه هم به عملی شدن توافق موقت از ابتدا مثبت بود، ولی به همون نسبت که من نسبت به عملی شدن و قطعی شدن توافق موقت نظر داشتم، نسبت به اجرای شدن توافق موقت در مرحله دوم تردید دارم، برای اینکه بضاعت‌های جمهوری اسلامی و ترکیب سیاست داخلی ایران حرکت کردن نهایی به اون سمت رو بسیار بسیار دشوار میکنه. غیر قابل امکان نیست، ولی بسیار بسیار دشوارتر از مرحله اول توافق ها و توافق موقته. در صورتی که ایران به توافق نهایی گردن بگذاره با اون رو در طول یک سال و نیم آینده، یک سال آینده نهایی بکنه، به نوعی ماهیت جمهوری اسلامی حرکت به سمت تغییر خواهد کرد، اگر نه تغییر نهایی. پس اگر بر اساس آنچه که شما اشاره کردید احتمال توافق پایدار ایران با غرب ضعیف است، اساسا نفع توافق موقت چیست؟ اینو باید از دولت روحانی پرسید، ولی به عنوان مصرف کننده، من به عنوان یک ایرانی عادی میبینم که اگر من در مزان افزایش فشارها قرار بگیرم بهتره، یا اینکه فشارها رو به نوعی تقلیل یافته و خطر افزودن اونها رو کاهش یافته ببینم. مردم به همین بهانه رفتن به دولت روحانی رای دادن تا دولت بدین احمدی نژاد زیانهایی رو که در طول 8 سال به اونها و مملکت وارد کرد وارد نکنه. از بین دو گزینه به سمت گزینه‌ای که کمتر فکر میکردن بد هست رو کردن. خب کاهش فشارها در نتیجه توقف نسبی تحریما مورد استقبال مردم قرار میگیره. این چیزیست که اونها بهش علاقه دارن و یا فکر میکنن. مردم اصولا دراز مدت فکر نمیکنن، کوتاه مدت فکر میکنن و میخوان از بحران عبور بکنن تا اینکه برنامه‌ریزی بکنن برای تلافی‌جویی و غیره. این واکنشی که مردم رو در مسیر استقبال از تحریم ها قرار داده. دولت قبول کرده که میتونه به سمت نهایی کردن این توافق گام برداره. شاید عده‌ای از مردم در داخل ایران امیدوار به این قضیه هم هستن، ولی این تنها دولت جمهوری اسلامی نیست که تصمیم گیره و میتونه این قافله رو تا انتها به مقصد هدایت بکنه. عوامل دیگری هستن که با توافق موقت روی مخالف دارن و اونها در کمین نشستن.
که اگر دولت میزان نفوذ داخلیش در داخل حاکمیت کاهش پیدا بکنه، اگر برنامه های اقتصادیش به نتیجه نرسه، اگر نارضایتی مردم افزایش پیدا بکنه، اگر خارج از ایران تحریکاتی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره، اگر لابی اسرائیلی ها در آمریکا دست بالا رو بگیرن و مانع از اجرای توافق موقت تا انتها بشن، یا در صورتی که شرطهای جدی برای نهایی کردن این توافق در مرحله دوم غرب پیش پای ایران بگذاره و اونا از این فرصت استفاده بکنن و دست بالا رو بگیرن، طبیعی است که میتونن فاتحی این کار رو بخونن. ولی دولت همچنان علاقمند یا فکر میکنه که میتونه این توافق رو به مرحله دوم ببره و مرحله دوم رو هم تکمیل بکنه. ولی همونطور که عرض کردم، تکمیل این مرحله که ابعاد دیگری من جمله مداخله ایران در مسائل تروریستی و همینطور رعایت نکردن حقوق بشر رو هم در شکم خودش داره، اگر به اون مرحله برسه، در اون مرحله ماهیت جمهوری اسلامی تغییر کرده. تحریم هایی که حالا آقای روحانی باش برخورد میکنه یا مدعی پیروزی برای خونسا کردنش است، تحریم هایی است که بعداً باید در ایران اعمال میشد و هنوز اعمال نشده بود. و در مرحله کنونی تحریم هایی که برداشته شده 3-4% مجموعه تحریم هایی که همچنان علیه ایران اعمال خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد نیست. ولی با این حال آقای روحانی امیدواره که این بازی ادامه پیدا بکنه تا حدی که حتی تحریم های شورای امنیت هم از ایران برداشته بشه. ولی 4 قطعنامه تنبیهی شورای امنیت تأکید میکنه از ایران میخواد که غنی‌سازی اورانیوم رو قطع بکنه. همزمان آقای ظریف و آقای روحانی میگن ما حق غنی‌سازی اورانیوم رو گرفتیم. آیا شما به شورای امنیت رفتید؟ آیا قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران لغو شده؟ آیا اون خواسته هایی که در طول سال 1906 تا 2006 تا کنون شورای امنیت از ایران داشته، 2 قطعنامه‌ای که در شورای در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران تصویب شده، همه اونها باطلن؟ از ایران دیگه شورای امنیت چیزی نمیخواد؟ خب برای اینا آقای روحانی و آقای ظریف پاسخ فوری و روشن ندارن که بدن. اگر حالا ما انتظار داشته باشیم در انتهای این راه، اونطور که آقای روحانی مدعی است، همه تحریم ها علیه ایران برداشته بشه، خب باید ببینیم که برنامه اتمی ایران رو بایستی چه تعریفی ازش داشت و ماهیت جمهوری اسلامی رو بایستی ازش چه تعریفی داشت. جمهوری اسلامی که حالا انتخاباتش شبیه انتخابات کشورهای آزاده، دیگه نظارت استصوابی نداره، زندانی سیاسی نداره، در سوریه نمی جنگه، با تروریسم روی مخالف نداره و همه در مردم آزادی بیان دارن و کسی به خاطر بیان نظراتش به زندان نمیره و کشته نمیشه. این چیزی است که در قطعنامه های تنبیهی آمریکا، جامعه اروپا و شورای امنیت گنجانده شده. و اگر بخواد جمهوری اسلامی به اونها تن بده، همونطور که به دفعات من تاکید کردم در همین گفتگوی امروز، ماهیت جمهوری اسلامی رو بایستی ما تغییر پیدا کرده ببینیم. ولی آیا جمهوری اسلامی آماده این تغییر هست؟ با سپاس از آقای دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس و استاد دانشگاه گلاسکو که از این شهر با ما همراه بودند. آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران، باراک اوباما ضمن دفاع از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران، بار دیگر از کنگره آمریکا خواست از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران خودداری کنند. در همین حال رهبر اکثریت سنا از رأی‌گیری درباره تحریم‌های جدید علیه ایران جلوگیری کرد. همزمان یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای را در ماه فوریه از سر می‌گیرند. و در تحول دیگر سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای گام نخست برنامه مشترک 28 دی ماه سال جاری به تهران سفر خواهند کرد. رهبر دموکرات اکثریت سنای آمریکا در پی تهدید رئیس جمهور این کشور برای وتوی طرح تحریم‌های ایران از رأی‌گیری درباره آن در سنا جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هری رید، سناتور دموکرات آمریکا، پس از درخواست باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور، از سنا برای خودداری از تصویب این طرح از به رأی گذاشتن آن خودداری کرده است. این در حالی است که شماری از سناتورهای آمریکا از طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران که ماه گذشته از سوی رابرت منندن، سناتور دموکرات، و مارک کریگ، سناتور جمهوری‌خواه مطرح شد، حمایت کردند.
حامیان این طرح در سنای آمریکا ابتدا 26 تن بودند، اما اکنون 59 سناتور حمایت آشکار خود را از آن اعلام کردند. هدف این طرح جدید قطع کامل صادرات نفت ایران در مدت 2 سال و قرار دادن صنایع معدنی، بخش مهندسی و ساخت و ساز این کشور است. در این حال اختیارات دولت آمریکا در کاهش تحریم ها علیه تهران را نیز محدود می کند. در این طرح همچنین خواسته شده است در صورت تصمیم تل‌آویو برای حمله به تأسیسات برنامه انرژی هسته‌ای ایران، دولت آمریکا باید از اسرائیل حمایت دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی کند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر به کنگره این کشور درباره تلاش برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران هشدار داد و گفت صلح و دیپلماسی را ترجیح می‌دهد. در همین حال یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفت قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای را در ماه فوریه از سر می‌گیرند. از سوی دیگر مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کردند به موجب توافق هسته‌ای زمانی که ایران تعهداتش را اجرایی کند، گروه 5 به علاوه 1 نیز از شدت بخشی از تحریم‌ها خواهد کاست. بر اساس این گزارش، ایران از 30 دی‌ماه برای اولین بار در 10 سال گذشته پیشرفت برنامه اتمی خود و فعالیت‌های کلیدی در این زمینه را متوقف می‌کند. ایران همچنین گام‌هایی در جهت متوقف کردن غنی‌سازی 20% برمی‌دارد و راه را برای انجام بازرسی‌های هسته‌ای باز می‌کند. بر این اساس همچنین بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران نیز از روز اول اجرایی شدن توافق ژنو آزاد خواهد شد و مابقی آن در طول 6 ماه در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. در تحولی دیگر سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای گام نخست برنامه مشترک 28 دی ماه سال جاری به تهران سفر خواهند کرد. و در رویدادی دیگر دفتر کاترین اشتون سرپرست روابط خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد از آغاز هفته آینده 28 عضو آن اتحادیه اقدامات تحریمی خود علیه ایران را به مدت 6 ماه به حالت تعلیق در می آورند. این تسهیلات پیرو توافقی صورت می گیرد که در روزهای پایانی هفته پیش میان نمایندگان ایران با اتحادیه اروپا حاصل شد. برداشته شدن برخی از تحریم‌ها به حوزه بازرگانی، معاملات نفت، طلا و سایر فلزات قیمتی مربوط می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است رفع نسبی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران واکنشی به همکاری ایران با جامعه بین‌المللی است. روز یکشنبه ایران اعلام کرد که از 30 دی‌ماه توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 اجرایی خواهد شد. بر اساس توافق یاد شده، تحریم‌های پتروشیمی و خودروسازی از اول بهمن ماه لغو خواهد شد، بخش‌هایی که سهم بسیار چشمگیری در کل بازار بورس تهران دارند. هفته گذشته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات هسته‌ای با 6 قدرت جهانی برای دستیابی به توافق نهایی را بسیار سخت و دشوار توصیف کرد. او گفته که گام نهایی احتمالاً 1 ماه تا 1.5 ماه دیگر آغاز می شود و نباید بیش از 1 سال طول بکشد. در حالی است که علی اکبر صالحی هم گفته موضوع توافق مسئله ساده‌ای نیست و طرفین در تلاشند تا حداکثر امتیاز را برای خود کسب کنند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا با اظهار اینکه مذاکرات نهایی بر موضوع هسته‌ای یا همان بحران نقطه پایان می‌گذارد گفت البته مذاکرات نهایی کار بسیار سختی خواهد بود، چرا که در گام نهایی با موضوعاتی مواجه هستیم که تصمیم گیری درباره آنها به شدت سخت است. وی در توضیح دشواری گام آخر گفت اولین موضوع همین است که زمان توافق چند سال باشد. ممکن است آنها یعنی کشورهای 5 به علاوه 1 تعداد سال در ذهنشان باشد و ما 1 مقدار کمتر یا بیشتر. عراقچی گفته است که در گام نخست توافق ژنو طرف آمریکایی تحریم‌ها را تشدید نمی‌کند و ایران نیز برنامه هسته‌ای خود را گسترش نداده و سانتریفیوژ جدیدی نصب نمی‌کند. معاون وزیر امور خارجه ایران در مورد نحوه اجرای این توافق گفته است که در اجرایی کردن این توافق ایران 2 گام برمی‌دارد و طرف مقابل نزدیک به 7 تا 8 مورد را اجرایی می‌کند. وی توضیح داده است که یکی از اقدامات ایران تعلیق غنی‌سازی 20% و دیگری تبدیل اورانیوم 20% فعلی به اکسید و یا رقیق کردن آن تا سطح 3% است.
به گفته وی اکسید کردن مواد غنی شده در 6 ماه به صورت هر ماه 15 کیلوگرم انجام خواهد شد و رقیق سازی نیز در 3 ماه انجام می شود. مذاکره کننده هسته‌ای ایران افزوده است در مقابل آنها تحریم های نفتی، پتروشیمی، خودرو، تجارت طلا و فلزات و بخشی از تحریم های هوایی را متوقف می کنند. تجارت قانونی با اروپا هم به میزان مجاز آزاد می شود و در نهایت 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده ایران آزاد می شود. آقای عراقچی در ادامه گفته است که مواردی از توافق از جمله آزادسازی 4.2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران فوری انجام نمی شود که در مقابل ایران نیز رقیق سازی اورانیوم 20% غنی شده را تدریجی انجام می دهد. به گفته وی 4.2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در 8 قسط پرداخت می شود. 12 بهمن 550 میلیون دلار، 10 اسفند 450 میلیون دلار، 16 اسفند 550 میلیون دلار، 21 فروردین 550 میلیون دلار، 26 فروردین 450 میلیون دلار، 24 اردیبهشت 550 میلیون دلار و 27 خرداد 550 میلیون دلار دیگر. در همین راستا رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر اینکه دستاوردهای هسته‌ای ایران به عنصر قدرت تبدیل شده است گفت اینکه مذاکره کنندگان در مقابل 5+1 با قوت و اقتدار صحبت می کنند به پشتبانه همین دستاوردهای علمی است. در رویدادی دیگر هم علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد تصمیماتی در مورد اضافه شدن تیم تخصصی به تیم مذاکره کننده هسته‌ای گرفته شده است. آقای بروجردی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته حتما اضافه شدن این تیم منطقی است، یعنی در مقابل سفارایی آنها یعنی غرب حتما باید سفارایی قدرتمندی داشته باشیم. آنطور که برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های محافظه‌کار گزارش کردند، به دستور علی خامنه‌ای هیئتی با عضویت سران قوا به منظور نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای تشکیل شده است. این هیئت پس از آنکه تیم مذاکره کننده هسته‌ای سند ژنو را امضا کرد تشکیل شده، اما مقام‌های دولتی حاضر نیستند در این باره اظهار نظر کنند. گفته می‌شود علی خامنه‌ای از برخی مفاد این سند ناراضی است و از حسن روحانی خواسته تا بخش‌های فنی و حقوقی تیم مذاکره کننده هسته‌ای را تقویت کند. این بود برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. بسیار سپاسگزارم که ما را تا انتهای برنامه همراهی کردید. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش می‌شود. اگر موفق به دیدن پخش زنده آن نشدید، این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما را می‌توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. منتظر نظرات شما هستیم. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.